السلام علیکم ورحمۃ اللہ گرانو زکونکو خدای دې وکړي تاسې ټول روغ او جوړ وو وسه یا ورځمو په خوشحالی او خږي سره پېلکړي وي گرانو زکونکو کمو پیادوي په مخکنی لپاره چې مونږ تاسو د 16 پاکل یو خاص متن ول وسته نن مونږ تاسو په نننۍ لپاره چې دوا مهمي برخلرو چې لمړی د متن لنډیز د بخښاورې زو خلاصه متن هست ایره میخوانیم بعدش لغت هایی هست که از متن ازدک بیرون نویس کردیم و یک سوال خیلی مهم هست ازا که اینجا ما سوال را نوشته کردیم ازدک سشی سشی توایی یعنی تعلیم با چی میگن؟ تعریف تعلیم چی است؟ قرار از دوستا که ما درباری ازی از متن که خواندیم و خلاصه متن معلومات را کتاب داس میاریم هرر از درباری ازي سوال یک متن مقبول نوشته وکنی و یې جواب بتیم که اگر نو زکون کو نو رازی چی د متن لنډی سره یو ځای ولونو خ په دقت سره ورته وغونیسی او په نوی لوغتونو پویشي بسم الله الرحمن الرحیم د متن لنډیز خلاصې متن ما شومان ټول شیان په کور کې نشیز دکولای اطفال تمام چیزا را در خانه یاد گرفتہ نمیتونن یو سه شیان په کور کې زده بعضی چیزا را در خانه یاد میگیرن خو نور زیاد باید لکور بهر زده کړي اما بیشترش دوستا باید بیرون از خانه یاد بگیرن اگر یادتان باشه در متن خواندیم که ما بعضی موضوعات را در مکتب از استاد یاد میگیریم بعضی موضوعات دیگر را در کوچه از دوستا و رفیقا و همسن و سالای خود یاد میگیریم که اینجا گفته که بعضی چیزا را باید در خانه یاد بگیره و بیشتر موضوعات را بیرون از خانه باید یاد بگیرن دینی زدکل لکور, لکور او پیلیگی معلومات دینی یا تعلیم دینی درسای دینی از خانه و از مسجد جماعت یعنی مسجد از مسجد پیلیگی آغاز میشن او پخوانزی که دوام و ادامهش هم در مکتب هست یعنی در مسجد و مکتب میتونیم که معلومات دینی را یاد بگیریم از دکل ده هر انسان حق دی تعلیم حق هر انسان هست از دکل په هر مسلمان نارینه و خزی باندې فرض ده بله دوستا تعلیم یا علم مختن با تمام مردها و خانمها نرینه و خزینه به دختر و بچه به زن و مرد ای فرض هست یعنی باید انجام بده ده انسانانو توپیر په زدکړه او پوهه کیږي فرق انسانها توپیر فرق فرق انسانها در تعلیم و علمش میشه یعنی یک کسی که نفهمه با یک کسی که بفهمه خیلی فرق داره پوه انسان تر ناپوه انسان ور او بهتره دی یک انسان دانا و فهمیده نسبت به یک انسان که چیزی را نمی فهمه ای انسان نسبت به انسان که نمی فهمه وره و بهتره ده بهتر و پسندیده هست انسان پرپوه انسان, پر پوه انسان کیگی یعنی انسان با علم انسان میشه یعنی ما اگر معلومات نداشته باشیم علم نداشته باشیم اصلا در اینجا گفته میتونیم که در امو بخش که یا کتگوری انسان خیلی کم حساب میشه انسان پر پوه نیکمرغه انسان با دانایی و فهم نیک کیگی یعنی خوشبخت میشه هیواد پر پوه آبادیگی یک وطن یک کشور میتونه که با علم و دانایی آباد شود او یو وټولنه پر پو هغه پرمختګ کوي و یوک جامعہ با علم پرمختګ کوي یعنی پیشرفت میکنه خګرانوزکونکو د متن لنډیز مول وسته او د دې متن په اکلمنګ تاسو معلومات تر لاسرول وس راځي چې هغه نوی لوغتونه چې ما تختیب سر لیکلی دا سريوځي ځواب کړو د اغه نو ورسته رزو فعالیتو ته خ ګرانوز دکونکو دلته نیوی لوګاتونه لرو زما په سې تکرار کئ بهیر ماشومټوب حوسا چمټو پيل راځي چې بهیر بهیر چې ته وایي ګرنځه کوونکو bale بهیر په معنای جریان و ماشومټوب ماشومټوب په معنای توفولیت او دريام حوسا پوسا به معنای آرام آسوده آرام یا آسوده او سلورم چمتو چمتو به معنای آماده او پینزم پیل پیل به معنای شروع یا آغاز و هم میتونیم بگوییم که آغاز خاگرانو زکون کو دا و نوی لغتونه زو فعالیتو ته بعضی فعالیت ها از دوستا که شما باید انجام بتین یعنی سوال ها را شما جواب بتین اما یک سوالی را که از فعالیت ها ما بیرون نویس کردیم به این ما جواب نوشته میکنم شما هم به شکلی فعالیت ها را برای جواب پیدا بکنین نو رازی چه فعالیتو تا ورشو گران روزه دا دویم فعالیت چه د سو دی. دی که سرلیکلې زدا کوون کې دي د لاندې پښتنو ته ځواب وای باید بهي بای چند سوال کې است بر از نو شما جواب وګوین لومړی پښتنه زدا کړه سشتوي یعنی تعلیم علم و چی میګن نورازي چې د پښتنه ما د تختیب سرلیکلې رازی چې دی پښتني ته ځواب مونږ تاسو سره یو ځای ولیکو خو نور پښتني هم شته هغه ته تا باید تاسو ځواب ولیکئ زدکړه څه شي اگر یادتان باشه زا در شروع متن درس گذشته ما درباره کړه یا تعلیم یک معلومات و یا همو تعریفش خیلی کوتاه گفته بود پس گفته میتونیم چی زدکړه زدکړه د یو نوی شی پوهیدلو توای زداکړه د یو نوي شي پوهیدلو ته وای یعنی تعلیم فهمیدنه یو موضوعی جدید را میګن الان میتونیم کومه یې را ادامه بتیم چې مو او تاسو ز دکړه فلومري سر کې ل کور سحا فایل خاو او ل کور بهر یې ل ملګرو خونکو او ديني عالمانو صحه زده کوو خو دوستان این معلوماتی بود که من خودم نظر به متنی که خواندیم و معلوماتی که خودم داشتم اینجا اضافه کردم یعنی دوستان نیاز نیست که مو متن را که خواندین دانه دانه کپی بکنین چیزی که شما یاد دارین جملات را کنار هم بگذارین و جواب بدین از دکره سشی تا و از دکره دیو نوی شی پوهی دلو تا و تعلیم بخو... فهمیدن یک موضوع جدید را میگن چی مونگ او تاسو په پر لمری سرکی که ما شما امی تعلیم را در نخست لکور سخه پیل که از خانه آغاز میکنیم او لکور به هر یه لملگرو و از خانه بیرون از دوستا خون کو از استادا خون کو او دینی آلمانو سخه ازدکر و از علمای دینی یاد میگیریم کګرنوزه کوونکو دا ود لومړی پوښتنی جواب نو راځي چې دا نوري پوښتنی هم سره یو ځای ولولونو زه تاسو ته جواب وایم خو تاسو دې سوالونو ته جواب پیدا کړئ او وی لیکئ دویمه پوښتنه خوانزای د سشي زیاده مکتب جای چی است خو دوستا همږي به شما مفهمیم کې کوونزای د زده کړې زیاده او منګه تاسې په خوانزي کې کولای شو چې ډیر لکه د پښتو مضمون دینی مزامین او یا هم ساینسی مزامین سره زده کړو این شد جوابش که زبانی ما برتان گفتم اما شما هم به این سوالات جواب پیدا بکنین لوستی او نالوستی خلق ولی سره برابر ندی یک شخص یا یک انسان فهمیده و با علم با به شخص که علم نداره چطور با هم برابر نیستن خب درباره از این جواب پیدا میکنین. په پورته واسکی کې د لاندې نوې کلمې معنا و جملو کې یې خب اینجا چند لغت داریم اینا رو من معنا میکنم که بعضی هایش سر تختم نوشته کردیم اما شما باید بر از اینا جواب بگوین و جمله نوشته بکنین زدکر زدکر به معنای تعلیم کچنیوالی کچنیوالی یعنی طفولیت یا ماشوم توب مور مادر پلار پدر ورور برادر خور خواهر لویگی یعنی بزرگ میشه کوچه یعنی کوچه همزولی همسن سال جماد مسجد پای اخیر چاپیریال محیط محیط زیست بهیر جریان ماشومتوب هم کوچنیوال همو تفولیت، پیل آغاز چمتو آماده نارینه مرد و خزینه هم خانما یا زن خب دوستان اینجا یک فعالیت دیگه هم داریم که خانه خالی است میریم اینا هم با هم خانه پوری میکنیم اما یادتان نره که شما هم اینا را در کتابتان نوشته بکنید زکون کدی د لاندې جملو خالی زونه په پنسل دکری پر یو نوی شی باندې په هیدلو چون سوال جواب دادیم و فهمیدن به یک موضوع جدید را چی میگن زدکړه وای انسان پر که په ډیرو شیانو نه پهیږي در چوک وخت انسان به خېل موضوعات نه میفهمه انسان په کوچنیوالي کې په ډیرو شیانو نه پهیږي وخت اتفل بشه به با خېل موضوعات نه میفهمه زدا کړه یاو دای زدا کړه تعلیم چیست زدا کړه یاو طبيعي زدا کړه یاو د انسان یو طبي حق دی هر انسان باید زدا کړه وکړي د از دکړه پر ټولو مسلمانانو باندې فرض دی د علم از دکړه پر ټولو مسلمانانو باندې فرض دی از دکړه د انسانانو طبي حق دی خب دوستا یه بود فعالیت ها را که ما شما انجام دادیم یادتان نره دوستا که سوال را شما جواب بتین درباره ذکر کړه تعلیم چیزی را که یاد گرفتین اینا را جملات را کنار هم گذاشته و یک متن مقبول نوشته بکنین دوز منگ نننیل وست تربیت از طول و بخون که خدایست پرم خدای پامون